با توجه به در هم برهمی اوضاع سیاسی جهان پرسش هایی در رفع این ابهام ها در واقع دارم با آقای دکتر اسد همایون، کارشناس ژئوپلیتیک در آمریکا. همیهنان گرامی، چند لحظه دیگر با آقای دکتر گفتگو خواهم کرد. از ایشان درباره شاعر بودنشان بارها خصوصی گفتگو کردم، ولی یک اثری اخیراً برای من خواندن که میخوام ازشون خواهش کنم در همین آغاز کار بخوانند. آقای دکتر سلام بر شما. درود و احترام به شما و همیهنان عزیزم. آقای دکتر، آقای طالب شعریم، شما دفعه پایان صحبت ما مثل این که قطع شده بود راجع به ثنای غزنوی سوال فرمودید. آه بله بله، بفرمایید. همون شعر رو من دوست داشتم بخونی دوباره. خب میخونم دوباره، ولی شعر خودم رو میذارم برای بعد. شعر خودتون هم بخونی قربان. آقای ثنای غزنوی، عارف و شاعر بزرگ ایران، در زمان سلجوق شعری داره. اصولا ایشون طرفدار ایستادگی در مقابل ستم بود و من این را از کتاب فکر میکنم که دکتر رضا از پژوهشی در شاهنامه خونده باشم که میگوید تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تازان پس به هر جانب که رواری درفش کاویان بینی بهم. اگر عرشی به فرشایی، اگر ماهی به چاه افتی بهم. اگر بحری تهی گردی، اگر باقی خزان بینی سر آلپ ارسلان دیدی زرفعت رفته برگردون به مروا تا کنون در گلتن آلپ ارسلان بینی. بدونید آلپ ارسلان به وسیله یک خوارزمی کشته شد. به هر حال این شعر بود. حالا اجازه بدید بریم توی مطالب سیاسی. نه حالا یه خواهش دیگه دارم، شعر خودتونم بخونید. همیهنان با روحیه شاعرانه شما آشنا هستن. من میدونید راجبه من از ادبیات تاجیک خیلی خوشم میاد و برخورد کردم به یکی دوتا کتاب سابق در مورد باربد و گیسو. باربد بزرگترین موسیقیدان زمان ساسانی بود از خسرو پرویز و 360 سرود ایجاد کرد، 30 لحن خسروانی آفرید. موسیقی ایران به حدی بالا رفت که بعدن در اروپا از اون استفاده کردند. در ایشون در گروهش یک زنی بود به نام این گیسو، بسیار زیبا بود، بسیار خوش اندام بود و اوستا میخواند از حفظ و باربد خیلی اونا دوست داشت. بعدن خسرو پرویز به اون دست رازی کرد و باربد ناراحت شد. تا اونجا که من خوندم در ادبیات پاریس سابق، 4 انگشت خودش را برید، دیگه از موسیقی کناره جست، در مقابل خسرو پرویز ایستاد و شدیداً از اون انتقاد کرد. این داستان قبل از شعر البته که من اثر گذاشت در من. بعدن خسرو پرویز میزنید به وسیله پسرش شیرویه کشته شد. شیرویه عقلش کم بود، بعد اون فرستاد آقای باربد برد گیسو را در مرو پنهان کرد که امروز یک شهر ترکمنستانه، و شیویه فرستاد 2-3 نفر اون را کشت. این من در اونجا گفتم، وقتی خوندم گفتم یک تا سنما منظر تو گلشن راز است، رخساره تو قبله و درگاه نماز است،
خال سیاه صورت زیبای تو رمزیست، هر کس بگشاید به یقین کاشف راز است. اندام دلارام تو و نرگس مستت، سرو سهی با باربد چنگ نواز است. اندیشه والای تو و سبک روانت، آهنگ اوستاست حقیقت نه مجاز است. تو اخگری از شعله آتشکده پارس، من هیر بودم تا در آتشکده باز است. بشنو سخن پیر خردمند مغان را، بشتاب و بیا تا در این میکده باز است. اونجا همه شمع است و شراب است و دف و نای، آینه جم و ارجنه و زخمه ساز است. اینا صوتهای آقای کاربده. آرایش خورشید و نشابورک و شبدیز، شبدیز است خسرو پرویز، کپک دری و پلبت روح نواز است. اسم کودکی آقای باربد بود است پلبت. اون کس که گشاده است سر بسته این راز، شاهین اوستایی و گنجینه راز است. صد مسجد و محراب به یک غمزه گیسو، صد مسجد و محراب به یک غمزه گیسو، هرگز نفروشیم که او کوی نیاز است. بله، خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر اسد همایون، شما ما رو بردین به آغاز آغازگاه ایران باستان. ایران، بله، ایران جاویدان. بله، خیلی زیبا بود. بازم شعر دارین شما؟ نه، نمیشه نه گفت. هنوز بله. نمیشه گفت فقط همین یکی بوده، ولی بله؟ عرض میکنم که نمیشه گفت که فقط همین شعر رو دارین. بله، دو سه تا شعر دیگه دارم ولی هنوز چاپ نشده. خب آقای دکتر، در آغاز گفتگوی سیاسیمون مایل بودم که درباره مریم میرزاخانی، بانوی متشخص و نابغه ریاضی، نظرتون رو اعلام بکنید. بله، من در گذشته ایشون را شنیدم، متأثر شدم که در جوانی درگذشت. به نظر من تجلیل از مریم میرزاخانی تجلیل از فرهنگ ایرانه. او ستاره درخشانی بود که زود خاموش شد، ولی نام او همواره زنده خواهد بود. اثرات علمی او هدیه مهمی بود به جهان دانش. وقتی او درگذشت دیدم جراید اروپا، امریکا، همه جا ستایش از اون کردند. و بعد هم در کالیفرنیا شنیدم هم میهنان ما نشسته بزرگی به یاد مریم برپا کردند که باعث خوشحالی است. وقتی من شنیدم مریم درگذشت، به یاد یک جمله ابن سینا افتادم. میدونید پروفسور برنارد لوئیس دو کتاب، جز کتاب‌های مهمی که دارد، دو جلد راجب اسلامه. در اونجا راجب اتوبیوگرافی ابن سینا نوشته. ابن سینا میدونید 16 بار یا 14 بار شهر از یک شهری به شهر دیگر رفت، خانه به دوش بود. در جمله کوتاهی در کتاب برنارد لوئیس دیدم اندرلاین کرده، میگوید که وقتی من بزرگ و معروف شدم هیچ شهری گنجایش مرا نداشت. وقتی قیمت من بالا رفت دیگر خریدار نداشتم. بله، فکر کنم که این زن بزرگ درگذشت، ولی نام خودش را در امریکا گذاشت و همچنین نام کشورش ایران را. آقای مهری، ابن خلدون در کتاب اینتروداکشن، دو جلد مقدمه که از کتاب‌های مهم دنیاست، درباره ایرانی‌ها صحبت می‌کنه. می‌گوید که ایرانی‌ها نه تنها درباره
کشورداری بلکه در علوم عقلی پیشرفت‌های بسیار زیاد کردم. و از پیغمبر اسلام نقل میکنه، میگه که اگر دانش در ستاره آسمان باشد قوم ایرانی به اون میرسد. اشاره میکنه به کتاب سوزی در ایران. میخوام درباره کتاب کمی حرف بزنم. در اینجا میگوید که وقتی اعراب ایران آمدند، البته قبل از اون میگه اسکندر قسمتی از علوم ایران را منتقل کرد به یونان، وقتی اعراب آمدند برخوردند به کتاب‌های بسیار زیادی، انبارها کتاب. البته اون وقت روی پوست حیوانات بود، پوست گاو، پوست پلنگ، پوست شکار، اینا رو می نوشتن، ضبط می کردن، بایگانی داشتن، کتابدار داشتن. می گوید که سعد وقاص تعجب کرد، نامه ای نوشت به عمر که من به کتابهای بسیار و کتابخانهای بسیاری رسیدم، چه کنم، بسوزانم یا به آب بریزم؟ عمر دستور داد که چون قرآن کامل است بهتر است که اونها نباشند و همه را سوزند. میگوید که اینها در باره علوم عقلی بود. بعدا این چشمه خشک شد، دو سه قرن خشک شد. بعد وقتی مأمون سر کار آمد، این مأمون خودش هم مرد دانشمندی بود، رگ ایرانی هم داشت از طرف مادر، خانمش هم پوران ایرانی بود، البته اون ننوشته، و تشویق کرد ترجمه کتاب ها را، علوم جدید را. و ناگهان در قرن چهارم ستاره های بزرگی در ایران پیدا شدند که دنیا را روشن کردند. صدها، از جمله اشاره می کند به ابن سینا، خوارزمی، فارابی، اینها در جهت متافیزیک، علوم عقلی انقدر پیش رفتن که سبب رنسانس اروپا شدند. و بعد ایج آف ریزن، یعنی عصر عقلیت در اروپا پیدا شد. یک کمی راجع به کتاب‌های ایران من باید صحبت بکنم. حتی در دوره اسلامی کتاب‌های ایران به قدری زیاد بوده، تعداد کتابخانه ها به حد زیاد بوده که آدم حیرت میکنه. آقای پورادی درباره نجوم، هنر، داروسازی، دو نفر در این باره خیلی کار کردن. یکی آقای پورهادی شادروان، رئیس بخش فارسی و آسیای میهنه کنگره امریکا، مقاله بسیار مفصلی داره کتابها و کتابخانه در ایران. تعداد کتابخانه را میشموره، بسیار زیاد، و در رام هرمز، در نیشابور، در نظامیه بغداد. اتفاقا درباره نظامیه بغداد که قبلا جندی شاپور بود، مرد دانشمندی که دوستی هم من با او دارم، آقای دکتر کاوه فرخ، امروز صبح برای من مقاله مهمی راجع به جندی شاپور فرستاده که هنوز من نخوندم. کتابخانه های ایران به قدری بود که مرد دیگری درباره این نوشته به نام پروفسور مهدی نخستین، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه دنور، ایشون هم کتابخانه های ایران را نوشته درباره اش که بسیار بسیار مهمه. من فقط یکیش را اشاره میکنم. مثلا آقای پورهادی نوشته در مرو که الان جز ترکمنستانه 10 کتابخانه وجود داشته در زمان اسلامی. و من فقط یک کتابخانه را ذکر میکنم. گفت خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که ببینیم نیاکان ما چه کار کردند، کجا بودند و اکنون در زیر نفوذ مذهبی این استعدادها تا حدی خشک شده، تا حدی. آقای پادشاه نوح ابن منصور سامانی، هر دو نفر نوشته اشاره کردن به این، هم دکتر نخستین هم دکتر پورهادی. میگوید که منصور سامانی 1000 سال پیش پایتخت، میدونید، در
آسیای مرکزی بود، بخارا. نامه نوشت به ابن عباد در ری که تشریف بیارید و صدارت مرا بپذیرید و نخست وزیر بشید. در واقع ابن عباد جواب داد که مفتخر کردید مرا، ولی من نمیتوانم، برای اینکه اگر بخوام از کتاب هام دور بشم برای من امکان نداره، ولی اگر بخوام کتاب های خودم رو از ری به بغداد حمل کنم لااقل به 400 شتر نیاز دارم. 400 شتر کتاب های منسکریپت دست نوشت. آدم تعجب میکنه که امروز میبینیم که هیچ دانشمندی حتی کتاب های چاپی رو در خانهش، این کتاب های شخصی آقای ابن عباد بوده، هیچ دانشمندی در کتاب خانه شخصیش 10,000 کتاب نداره. و 1,000 سال پیش این کتاب خانه ها وجود داشته، البته همه تومه آتش شدن بارها و بارها، در حالی که 5-6 قرن بعد در سوربن که یکی از مراکز ادبی و تمام اروپا بوده فقط 1,500 کتاب داشته. فکر کنید. بله. و اینها بودند. خانم مریم میرزاخانی یکی از دانشمندان ایران بود. ادامه عرض کنم که سلسله ابن سینا و خوارزمی است. خوارزمی میدونید اسم خوارزمی از ریاضیات از اسم خوارزمی آمده. و به هر حال گفت بر سفالین کاسه رندان بخاری منگرید، چین حریفان خدمت جام جهان بین کردند. بسیار عالی سایه دکتر، خیلی ممنون. به صورت قومی که کتاب میخونه و به کتاب احترام میگذارد قومی است که فکرش بالاست و در تاریخ بزرگوار خواهد زیست. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران کتاب نداشته، البته حتی در قرون اسلامی. بله، به هر حال. حالا میخوام یه سوالی بکنم درباره کاخ سفید. هر روز خبرهای تازه گاهی زد و نقیز از کاخ سفید منتشر میشه. میخواستم بپرسم اثرات ناشی از این هرج و مرج فکری چیست؟ گیبون در تاریخ صعود و سقوط امپراتوری روم یک مطلبی داره، میگه که ماشینری دولت روم از کار افتاده است، افکار افتاده بود. کاخ سفید اونطور که باید کار نمیکنه، چند اشکال داره. در طول 6 ماه اخیر همواره کاخ سفید دچار هرج و مرج بوده و آقای ترامپ بیشتر دوستان و فامیل خودش رو و جوانها رو در کاخ سفید جمع کرد. در کنار او یک متفکر سیاسی یا استراتژیست بزرگ سیاسی وجود نداشت، هنوز هم نداره. در طی این 6 ماه آقای موری تغییرات بی سابقه ای در کاخ سفید رخ داد. جنرال فلین رفت، آقای کومی رئیس اف بی آی برکنار شد، سخنگوی کاخ سفید آقای اسپایسر برکنار شد، بعدن آقای اسکاراموسی آمد که اونم ستاره‌ای بود و درخشید و زود خاموش شد. بعد از آن آقای پریبوس رئیس ستاد کاخ سفید برکنار شد. اینها علامت این بود و هست که مرکز قدرت درسته داره نمیشه. حتی ممکنه وزیر دادگستری آقای سشن هم برکنار بشه بعد از انتقادی که آقای رئیس جمهور از اون کرد که بسیار به نظر من بی‌آبرویی کرد. و حتی صحبت از آقای میولر هست که بازرس مخصوص که تعیین کرده کنگره الان در هیئت عالی منصفه ترتیب داده
و پرزیدنت گفته بود قبلا که اگر بخواهد به مسائل مالی و اینها و ادامه احتمال یا به اصطلاح فرض تبانی با روس دنبال بکنه، این ردلاینه، الان ردلاین رسیده است. حالا اینا برداره چجوری برداره، بر نداره چجوری بر نداره. این بود که آقای رئیس جمهور آقای کلی را آورد در کاخ سفید به عنوان رئیس ستاد، در حقیقت مدیر اداری و سیاسی کاخ سفید. معمولا رئیس ستاد کسی است که تمام کارها از طریق اون باید بگذره، ملاقات ها از طریق اون باید رخ بده، و ایشون چهار ستاره است، مرد منظمی است. آیا میتونه یا نمیتونه من نمیدونم، راستش تردید دارم. هر چیزی، هر کسی باید از کانال اون کارش بگذره. آیا میشه؟ آیا خود پرزیدنت و ایشون میتونه راهنمایی بکنه؟ من نمیدونم. و پرزیدنت هست که باید کم حرف بزنه و درست عمل بکنه، کم توییت بکنه به قول معروف. آیا آقای کلی موفق خواهد شد که کاخ سفید را اداره بکنه، این نظر رو برقرار بکنه که این مرکز قدرت در اداره سیاست خارجی نقش مهمی باید داشته باشه؟ من نمیدونم. گفت که سطرها کی راست آید، چون کجی در مستر است. به به، امروز شعرستان شد برنامه‌مون. آقای دکتر بفرمایید که مدت هاست از کاخ سفید میشنویم که میخواهند برجام رو به هم بریزند. حذف برجام به نظر شما چه چیزی را به هم میریزد؟ چه چیزهایی رو؟ برجام یک قرارداد است که بین 6 کشور امریکا و 5 کشور دیگر و شورای امنیت هم روش صحه گذاشته، و آقای ترامپ از اول میخواست که برجام رو برهم بزنه. هنوزم دومین فکر است، احتمال بسیار زیاد برهم خواهد زد. مسئله ایران خیلی پیچیده شده آقای مهری. وقتی 2 هفته پیش که قرار بود تأیید بکنند که ایران کمپلای کرده، تعهدات خودش رو انجام داده و آژانس هم روی اون صحه گذاشته، آقای ترامپ موافق نبود، ولی وزیر خارجه و وزیر دفاع هر دو اصرار کردند و وزیر خارجه اعلام کرد که ایران به توافق عمل کرده. ولی اینجا یه راه در گفت راه در رو هم گذاشت که ایران به روح این توافق عمل نکرد. روحش چیه من نمیدونم، هیچ کس نمیدونه. این وسیله است که بتونن زیرش بزنن. آقای ترامپ الان یک هیئتی رو تعیین کرده تا 90 روز، مثل اینکه 2-3 هفته است که اینا کار میکنن، بیان و مشکلاتی را که هست پیدا کنند و اگر هست و بعد برجام را برهم بزنه. هدف این است که ایران برجام را خودش کنار بکشه، که ایران نمیکنه. تا حالا درست عمل کرده، خیلی هوشیاره که بهانه به دست امریکا نده، و بالاخره امریکا این کار را ممکنه بکنه. اگر این کار را بکنه، 5 کشور دیگر با امریکا نمیان، و این کار ممکنه سبب جنگ بشه یا تخریب رژیم. که اجازه بدید درباره این هر دو من صحبت کنم. امریکا مسئله ایران براش خیلی پیچیده شده، و در حالی که به نظر من پیچیده تر از کره شمالی است. متحدین امریکا، اسرائیل، عربستان، امارات نگران فعالیت ایران در منطقه هم. بهانه میخوان پیدا کنند. یکی از بهانه های هم که امریکا داره موشک ها یا میسایل های ایرانه. این موشک ها ایران وسیله ای ببینید، ما با رژیم مخالفیم، من هم هستم، ولی نمیتوانم مخالف بنیه دفاعی ایران باشم. هیچ کس نمیتونه باشه. برای وحدت ایران، جلوگیری از فروپاشی، این لازمه وجود داشته باشه. به هر حال این مسئله مشکا بهانه است.
کنگره امریکا اخیراً تحریم، مسئله تحریم را عنوان کرد، با تحریم روسیه رفت به کاخ سفید و تایید شد. امریکا اگر بخواهد برجام را برداره، ایران چهار اسبه به طرف اتمی میره، کاری هم نمیتونن بکنن، آژانس را بیرون میکنه، مهرموم ها را برمیداره و تکنولوژی. ببینید ایرانی ها قطع نظر از رژیم هرچی باشد، استعدادشون اشاره کردم در اول صحبتم بسیار زیاده، میتونه ایران در این جهت گام برداره. امریکا دو راه داره که خودش هم گفته، یا جنگه یا تغییر رژیم. اگر امریکا بخواد با ایران جنگ بکنه، مشکل تر از کره است. چرا؟ برای اینکه تنگی هرمز در دست ایرانه، میتونه ببنده، البته بعد از یه هفته ممکنه باز کنه، ولی اقتصاد جهان رو به هم میزنه. از طرف دیگه قشون نمیتونه در ایران پیاده کنه. از نظر استراتژی و ژئوپلیتیک عرض میکنم، بایست بمباران کنه. بمباران کجا رو بکنه؟ ممکنه که موفق نشه. هیچ از طریق بمباران هیچ کشوری به هدفش نرسیده. و از طرف دیگه ایران گزینه داره، پایگاه های امریکا در بحرین و العبید در قطر. اگر عربستان بخواهد به ایران حمله بکنه همراه امریکا، F-15 داره، میتونه به ایران برسه بدون بنزینگیری، ولی ایران گزینه داره، میتونه اوضاع عربستان رو به هم بزنه. چنان که دیروز مقاله دیدم از طرف رئیس سابق کاخ سفید که از سابق CIA هم بوده، میگه ایران عملا دور زده عربستان را در یمن و اینها. ایران با چند تا موشک میتونه نفت عربستان را از بازار خارج کنه. بنابراین عربستان قادر به حمله به ایران نیست. میرسه به اسرائیل. اسرائیل قادر به حمله ایران هست، میتونه با بنزینگیری به ایران برسه، ولی دو اشکال داره. ممکن موفق نشه. از طرفی وزارت دفاع و موساد مخالف این کارن، نمیخوان روابط تاریخی که با ایران دارن و ممکنه دوباره ایجاد بشه به هم بزنن. آقای نتانیاهو تا حالا دوبار این کار را خواسته بکنه، اینا مخالفت کردن. و از طرف دیگه ایران یک سلاح استراتژیک علیه ایران اسرائیل داره. در شمال اسرائیل در حدود شاید چندین ده هزار سلاح داشته، موشک داشته باشن، اون حزب الله است. بنابراین از راه جنگ من فکر نمی کنم، منطقه جنگی اجازه نمیده، ولی منطقه گفت تاریخ کار خودش میکنه، ممکن اتفاق بیفته. پس میرسیم در مسئله تغییر رژیم. آقای وزیر دفاع اشاره کرده، آقای وزیر خارجه اشاره کرده، ولی مهمتر از همه آقای پومپئوس رئیس CIA. نگاه کنید به نطق آقای، صحبت هایی که آقای پومپئو در اسپن کرد. علناً در اونجا میگوید که ما میخواییم رژیم عوض کنیم. این را رئیس CIA میگوید. عوض کردن رژیم از طریق کووید، از طریق CIA، چون اون میگوید. چون آقای بنابه یکی از مفسرین امریکا، آقای پومپئی مرتب پرزیدنت میبینه. معمولاً وزیر رئیس CIA کمتر پرزیدنت میبینه. برای PDB یعنی گزارش مخصوص معاون CIA میره یا یک افسر بالای CIA، ولی ایشون هر روز میبینه. مقاله مهمی چند روز پیش به قلم یکی از باهوشترین و بیطرفترین مفسرین امریکا دیوید گنیشس نوشته شده که خیلی جالبه. اونجا میگوید که من با 10 مقام عالی بازنشسته CIA صحبت کردم و اونها مخالف هر گونه اقدام CIA علیه ایران هم برای تغییر رژیم. و بعد هم اشاره میکنه، میگه که آقای پومپئو در سالن
سیایه که وقتی وارد میشه عکس های مختلفی وجود داره از رؤسای سابق سیایه. این ارواح با آقای پامپو میگوین بی کرفول، مواظب خودت باش، اشتباه نکن. و بعدم ایشون شدیدن مخالفت میکنه. ولی خود من عرض کنم که سیایه منابع اساسی در اروپا از نظر لوجستیک برای ایران نداره، در داخل هم بعید میدانم که داشته باشه، چون اینتلیجنس ایران خیلی قوی شده، آخوندها رو اونا نگه داشتن. و از طرف دیگه اصولا مردم ایران میخوان که این رژیم بره، تردیدی درش نیست، مخالف رژیمن، ولی با هر اقدام سیایه مخالفند. نه از طریق سیایه این کار امکان داره، نه از طریق جنگ که تمام خاورمیانه رو با آتش میکشه. و بنابراین راه حل اچمازه. من فکر نمی کنم عاقبت بر مردم ایران است که بیایند و سرنوشت ایران را به دست بگیرن و خواهند گرفت. من در اون تردید ندارم، برای اینکه علامات زیادی الان میبینم. آقای دکتر همایون، بفهمین که یک احساس قوی وجود داره مبنی بر اینکه به هر حال جنگ سرد به نحوی شروع شده، جنگ سرد بین چین و امریکا و بین روسیه و امریکا، که هر دو خطرناک است. بله درسته. ببینید آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ کار درستی کرد، ملاقاتی کرد در آلمان با آقای پوتین، دوبار ملاقات صورت گرفت. این برای این بود که دو کشور که هر دو هر کدام 7500 سلاح استراتژیک هیدروژنی و اتمی دارند، باید بینشون رابطه باشه، کامونیکیشن باید وجود داشته باشه، دکترین مد باید بین اینها برقرار بشه. و این کار درست بود. ولی بعد تحریم اخیر همه چیز را به هم زد و ابتکار را از دست آقای ترامپ گرفت. الان وضع طوری شده که روابط روسیه و امریکا درست شدنی نیست. در زمان آقای اوباما میدونید 35 دیپلمات روسی را از امریکا اخراج کردند. آقای پوتین صبر کرد، هیچ اقدامی نکرد. اکنون دستور داده از 1000 کارمند و سیاسی و غیر سیاسی و اطلاعاتی که در امریکا هستند، در سفارت و کنسولگری های امریکا، 750 تا از اینها را باید احضار کنه. روابط به دوران جنگ سرد برخورده، یعنی باید اخراج بشه. کاملا درسته. و ابتکار را دست آقای ترامپ گرفته شده، در دست کنگره امریکاست. آقای پوتین نتیجه گرفت که اولا ارتباط آمریکا رو دیگر نمیتونه ادامه پیدا بده، و از طرف دیگه ادامه روابط با آمریکا فعلا امکان پذیر نیست، و ابتکار عمل رو خودش به دست گرفته. در اینجا سبب شده که چین و امریکا هر دو روسی هر دو به هم نزدیک بشن، و این بزرگترین خطری است که برای امریکا وجود داره. هرگاه این دو قدر ببینید، دنیا روی نظم بین المللی روی سپایه یا مثلث سه قدرت بزرگ قرار داره، چین، امریکا و روس. همیشه سعی باید بکنن که توازن بین این سه قدرت وجود داشته باشه. الان به هم خورده در امریکا و چین روابطشون در خیلی از موارد دچار مشکلات شده، با روسیه همینطور. و روابط امریکا و روس و چین به هم خیلی خیلی نزدیک شده. بنابراین آقای ترامپ مشکلاتی داره،
در کاخ سفید مردان متفکر سیاسی نداره، در وزارت خارجه تالیران نداره، آقای تیلرسون مرد شریفی است، خوب درست عمل میکنه، ولی در مورد ایران و خیلی جاها در مورد کره اختلاف داره. الان مسئله کره روی دست آقای ترام هست، داعش هست، چین هست، روس هست و افغانستان هست، همه اینا توش مونده توش. آقا امریکا از رهبری ترانس پاسیفیک خارج شد مدتی است، به رهبریش در آسیا تقریبا داره تمام میشه و به چین واگذار میکنه. از دفاع اروپا هم که سرباز زده، اروپا دارن مستقل میشن، برای خودشون فکر میکنن. و از توافق اقلیمی هم که میبینید خارج شده، رهبری جهان را داره به چین واگذار میکنه. از همه مهمتر اعتبار امریکا در جهان داره کاهش پیدا میکنه و تیم درستی برای این کار آقای ترامپ نداره. خودش هم آدم خوبی است، کاریزما داره، میخواد کاری انجام بده، ولی حس تاریخ نداره. حس تاریخ یعنی این که گذشته را خوب بداند، خار را بفهمد و برای آینده حس پیشبینی داشته باشد که نداره. متاسفانه چه میشود کرد؟ این گرفتاری هاییست که امریکا داره. چگونه مسائل را حل بکنه من نمیدونم. الان میخواد به کره حمله بکنه، نمیتونه، توش مونده و انتظار داره که چین این کار را بکنه. در این مورد روابطش با چین یکم گلالود شده. و بعدم چین، امروز دیدم در روزنامه های چین یا دیروز دیدم فکر میکنم، انتقاد کرده است از تحریمی که علیه روس و ایران و کره کرده. بنابراین مسئله ایران را یه چیزی اضافه بکنم که ایران الان با روس و چین ارتباط بسیار نزدیک داره. اگر جنگی بین ایران و آمریکا بشه، روسا مشکلات بزرگی در خاورمیانه پیدا میکنن، کوریدورشون قطع میشه به خاورمیانه. چین که الان میخواد راه ابریشم را از پکن ببره تا اروپا و آفریقا، ترسیم بکنه قدرت جهانی خودش را، ایران حلقه اساسی این راه ابریشم جدید. چین هم مخالف هر گونه اقدامی علیه ایرانه. بنابراین امریکا نمیدونه با چین چی کار کنه، نمیدونه با روس چی کار بکنه. در مسئله ایران مونده، گفتش که نمیدونم چی کار میخواد بکنه. یه اشتباه کوچک سبب یک جنگ بزرگ میشه. آقای الیسون، گراهام الیسون، رئیس بلفور سنتر، ببخشید یه خورده طولانی کردم، خواهش میکنم بفرم، رئیس بلفور سنتر هاروارد اخیراً کتابی نوشته. قبل از اونم یه مقاله مفصلی که به صورت کتاب در آمده، اسم کتاب هست Destined for War، تعیین شده، سرنوشت این است برای جنگ، یعنی اون با چینه، چون آمریکا جلو چین رو نمیتونه بگیره. هم اکنون اقتصاد امریکا به چین، چین و امریکا نزدیکه به هم هستن. به چه صورت امریکا میتونه توازن را برقرار بکنه بین این چند قدرت؟ من نمیدونم، کسی هم نمیدونه. و حوادث طوریست که یه اشتباه کوچک سبب یک برخورد بزرگ میشه. متاسفانه در مرکز قدرت امریکا که بایستی بالانس بکنه این سه قدرت را که برای صلح جهان لازمه، هم امریکا اون بالانس وجود نداره و اون درایت و سیاست و کیاست وجود متاسفانه نداره. آقای دکتر، یه خبری خواندم مبنی بر هشدار وزیر خارجه آمریکا به سپاه در ایران. آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به سپاه پاسداران در رابطه با ایجاد تنش و آشوب در خاورمیانه گفته که سپاه باید سوریه را ترک کند و بعد گفته است که بحث درباره حکومت ایران نه با توافق برجام آغاز می شود و نه با آن ختم می شود.
در توافق هسته‌ای تنها بخشی از فعالیت آنها در نظر گرفته شده و سایر فعالیت‌های مخرب و توسعه طلبانه رژیم در نظر گرفته نشده است. آقای تیلرسون گفت نیروهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی، چه نیروهای سپاه و چه نیروهای دیگر آنها، باید سوریه را ترک کنند و به خانه برگردند. عرض کنم که این سوال، ببینید وقتی ما راجع به مسائل استراتژی و امنیت ملی اینا صحبت میکنیم باید احساسات را کنار بگذاریم، به واقعیت ها توجه کنیم. واقعیت سیاسی این است که ایران در سوریه وجود داره، در اون منطقه‌ای که مرز لبنان است و سوریه است و عراق، تقریبا در حال کنترله که از راه زمین هم میتونه به مدیترانه و حزب الله برسه، و روسیه هم در اونجاست. گفت یار را یاری بود، از یار یار اندیشه کن. در اونجا روس ها باید دید که چه قرارداد محرمانه اتحادی با ایران دارند. اگر ایران از خارج بشه از سوریه، روسیه هم باید خارج بشه از میدل ایست. روسیه نیروی نداره. اخیراً در حدود 2000 اسپیتناز که بازنشسته بودن استخدام کرده، تازه فرستاده به سوریه و نیروی زمینی سوریه را ایران ترتیب میده. آیا میشه این کار بکنن یا نمیشه؟ من نمیدونم. وانگهی ایران، ببینید جیوپولیتیکس ایران دیکته میکنه که ایران در جنوب بتونه خط دفاعیشو بالا ببره، قطع نظرن که رژیم چه باشد، شاه باشد، آخوند متعدی باشد یا هلاکو خان باشد، بتواند امنیت ایران، امنیت مرزهای ایران و تمامیت ایران حفظ کنه. در اینجا البته توأم شده با مخالفت امریکا، مخالفت با اسرائیل و حمایت از فلسطین، اینجا که اشکال پیدا کرده. آیا امریکا قادر هست که بتونه جلو ایران رو در اونجا بگیره یا نه؟ من نمیدونم، فکر نمی کنم، برای اینکه ایران در اونجا نفوذ، ده ها هزار نیرو داره، نفوذ کرده در عراق. بله در عراق زیاده روی های زیادی کرده، به حاکمیت عراق لطمه داره میزنه. هیچ کشوری نمیخواد حاکمیتش رو با دیگران شریک بشه. به همین دلیل است که مقتدی صدر اخیراً دیدم نمایندهش انتقاد کرده از ایران که نه تنها با سنی ها، با شیعه هم روابط خوبی نداره. به هر حال واقعیت های سیاسی اینه که امریکا میگوید ولی قادر به این کار نیست. دست به هر اقدامی بزنه درباره سپاه پاسداران، سپاه پاسداران گزینه های زیاد دارن، متاسفانه یا خوشبختانه من نمیدونم. سخته. آقای تیلرسون یک مرد اقتصادی است، استراتژی و سیاسی نمیدونه. حرف هایی میزنه که گاهی آقای ترامپ خوشش میاد، گاهی هم اختلاف نظر با اون داره. چگونه میتونه ایران را از اونجا خارج بکنه و در نتیجه خارج شدن ایران از اونجا، از سوریه، روسیه از سوریه باید بره بیرون. دو پایگاه مهم روسیه بعد از 300 سال توانسته هم در مدیترانه باشه، هم در خاورمیانه و اقیانوس هند، پایگاه دریای تارتوس و پایگاه زمینی رازقیه، بسیار بسیار مستحکم کرده این دو تا پایگاه رو با S-300 S-400 و چندین هواپیما. من فکر نمی کنم. یکی از مشکلات آقای وزیر خارجه و حتی اینا هست که با روسیه در مورد اوکراین دارن برخورد میکنن. گون که از بحث سوالی که کرده جداست، اینا میخواهند که این با این تحریمات خیلی اثر داره ولی کمرشکن نیست، بتونن روسیه را وادار بکنن که از کریم خارج بشه. دو سال پیش مشاور اول آقای پوتین برگشت گفت هر اقدامی
از طرف هر کسی در مورد اوکراین صورت بگیره، آقای پوتین استفاده از بمب اتمی را ترجیح نخواهد کرد. بنابراین اوضاع دنیا بسیار دشواره. امریکا هم رهبری کامل نداره. چه می شود؟ نمیدونم. هیچ کس نمیدونه. آقای دکتر، اصولا جمهوری اسلامی در سوریه و عراق چه کار داره؟ عرض کردم که خط ایران از نظر ژئوپلیتیک می‌خواست دفاعش رو بالا ببره. عراق بود که به ایران حمله کرد زمان صدام حسین. ارتش بود آریانا همیشه میگفتش که خط دفاعی ما باید در بغداد و ماورای بغداد باشد. و ایران از کهن نمیدونم بحث دارم، خیلی خلاصه میتونم بگم که از سه امپراتوری ایران به جنوب توجه داشتن: هخامنشی، ساسانی و قبل از اون اشکانی. کوروش بزرگ پایه و استحکام حکومت جهانی بشردوستی هخامنشی را در جنوب اعلام کرد. اعلامیش در اونجا بود با شکست بابل. بعد از اون 400 سال ایرانی ها با رومی ها جنگ داشتن. نمونش جنگ کراسوس و سورنا بود. ساسانیان 400 سال جنگ داشتن در همین منطقه. بنابراین ایرانی ها خیلی توجه دارن. پایتخت ایران در اونجا بود. البته زمان اشکانی پایتخت ایران تابستانیش در کنار اروندرود بود که الان میگن دجله یا اروندرود، و بعد شد پایتخت اصلی ساسانیان و بعدم از بین رفت که میدونید که بعد از اون سیاهی و تباهی ایران را گرفت که هنوزم وجود داره. این منطقه برای ایران مهمه. رژیم هر که باشد فرق نمی کنه. ایران باید منافع خودش را حفظ بکنه، جلو تجاوز عرب را بگیره، جلو امکان تحولاتی که مثل صدام حسین به ایران حمله کرد بگیره و جلو داعش را بگیره. اینها واقعیت های تاریخ ایرانه. آقای دکتر اسد همایون، بسیار بسیار سپاسگزارم. به قدر اطلاعات ممنونم. خدا نگهدار شما. خیلی ممنون آقای دکتر. به قدر اطلاعات جالب دادین درباره وقایع اوکراینی جهان که باید چندین بار اینا رو بررسی کرد واقعا. خیلی ممنون از شما جناب آقای مهری. شما لطف دارید. مرسی. خواهش میکنم. شب و روز شما خوش و تشکر میکنم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند. از آقای مشکینیار، بهروز مشکینیار هم که کارگردانی این برنامه را به عهده داشتند، تشکر میکنم. شب و روز شما خوش.